خداوند نجات دهنده با وفای ماست ما دوست خوب من بیرون آمدن از یک چاه عمیق با دیوارهای خیس و لغزنده کار آسانی نیست چاهی که کف آن پر از گل چسبنده و فروبرنده هم هست هر تلاشی برای صعود و بیرون آمدن از چنین چاهی به تنهایی و بدون کمک از بالا تا حد زیادی محکوم به شکسته بله چیزی که به یک شخص گرفتار در چنین چاهی کمک میکنه تا بتونه از اون بیرون بیاد کمکی از بالاست چیزی که لازمه کسی هست که شخص گرفتار شده در چاه را بالا بکشه و بیرون بیاره عزیزان آیات کلیدی مطالعه امروز ما در کلام خدا در مزمور فصل چهل آیات یک تا سه هستند کلام خدا در این قسمت به نقل از داوود چنین می‌فرماید: با صبر و شکیبایی انتظار خداوند را کشیدم و او به سوی من توجه نمود و فریادم را شنید او مرا از چاه هلاکت و از گل لجن بیرون کشید و در بالای صخره گذاشت و جای پایم را محکم ساخت او به من آموخت تا سرودی تازه بخوانم سرودی در ستایش خدایمان بسیاری چون این را بینند خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد آمین عزیزان در این آیات می بینیم که داوود پیامبر به طور ای از چاه حلاکت نام برده چاه حلاکت اشاره به هر زمان و مکانی در زندگی ما داره که به شدت نیاز داریم تا از اون بیرون بیاییم و فرار کنیم اما با وجود تمام تلاشی که به کار میبریم متوجه میشیم که به تنهایی قادر نیستیم از اون چاه هلاکت زندگیمون نجات پیدا کنیم داوود همچنین از صخره نام برده در آیه دوم خواندیم که داوود فرمود او یعنی خداوند مرا از چاه هلاکت و از گل لجن بیرون کشید و در بالای صخره گذاشت و جای پایم را محکم ساخت عزیزان اصطلاح بالای صخره ای که داوود در اینجا به اون اشاره میکنه نیز استعاره ای هست از مکانی امن و سالم مکان امن و سالمی که ما هرگز نمیخواهیم اون را ترک کنیم یا از دست بدیم. صخره یا همان مکان امن و سالمی که خداوند ما را بر روی آن قرار میده یک پایه محکمی هست که ما میتونیم با اطمینان خاطر زندگیمون را بر اساس آن بسازیم. دوست خوب من اگه امروز متوجه شدید که در یک چاه لزج گیر افتاده اید و هر صخره محکمی دور از دسترس شماست همان کاری را انجام بدید که داوود انجام داد خداوند را فریاد بزنید و صبورانه منتظر او باشید دقت بفرمایید با فریاد زدن خداوند شما تصدیق می کنید که تلاش و تقلاهای انسانیتون شما را به جایی نمی رسونند. با فریاد زدن خداوند شما تصدیق می کنید که فقط او می تونه به شما کمک کنه و از چاه لزج یا همان چاه حلاکتی که در آن گرفتار شده اید نجاتتون بده. همچنین با فریاد زدن خداوند شما تصدیق می کنید که این امتیاز خداوند هست که زمان نجات شما را از چاه هلاکت زندگیتون تعیین کنه. عزیزان داوود نکته بسیار مهم دیگری را نیز بیان فرموده در آیه یک خواندیم که با صبر و شکیبایی انتظار خداوند را کشیدم و او به سوی من توجه نمود و فریادم را شنید دوست خوب من در طول زمانی که ما خداوند را برای کمک به ما در بیرون آمدن از چاه هلاکت زندگیمون فریاد میزنیم باید صبور و شکیبا باشیم بله دوست من باید برای دریافت پاسخ خداوند برای زمان تعیین شده خداوند در کمک به ما در بیرون آمدن از چاه هلاکت زندگیمون صبورانه منتظر او بمونیم عزیزان داوود همچنین به ما یاد داده که وقتی در چاه حلاکت زندگیمون خداوند را فریاد میزنیم و برای دریافت کمک او صبر میکنیم آنگاه در وجود ما سرودی از ستایش خداوند به وجود میاد در آیه سوم خواندیم که او به من آموخت تا سرودی تازه بخوانم سرودی در ستایش خدایمان بسیاری چون این را بینند خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد آمین دوست عزیز شاید حال سوال شما این باشه که این چگونه سرودی هست؟ پاسخ اینه که سرودی که شنیدن آن موجب میشه تا بسیاری دیگر که در مشکلات مشابهی هستند تشویق بشند تا کاری را که ما انجام دادیم آنها هم انجام بدند. میپرسی چه کاری؟ این کار که برای نجات از چاهای حلاکتبار زندگیشون به خداوند اعتماد و توکل داشته باشند و نه تلاش و تقلاهای انسانی خودشان این که خداوند را فریاد بزنند و از او درخواست کمک کنند و دیگر اینکه برای زمان عمل کرده خداوند در کمک به آنها صبور و شکیبا باشند دوست خوب من هر کدام از ما در طول زندگیمون گاهی خودمون را در چاهای عمیق هلاک کننده پیدا می کنیم چاه هلاک کننده که دیوارهای اون لغزنده هستند و کف آن هم پر از گل و لجن گل و لجنی که سعی داره هرچه بیشتر ما را در خودش فرو ببره ما گاهی در چاهی حلا کننده میافتیم چون که در دنیای سقوط کرده در گناه و سرکشی از خداوند زندگی میکنیم. چاههای چاهای کننده زندگی اگرچه مهلک و فجی هستند اما همه چاهها شبیه به هم نیستند دقت کنید عزیزان بسیاری از مردم در طول زندگیشون در چاه حلا کننده شهوت دست و پا می زنند. بسیاری دیگر از مردم در طول زندگیشون در چاه حلا کننده حسادت دست و پا می زندند. بسیاری دیگر از مردم در طول زندگیشون در چاه حلا کننده جمعوری مادیات دست و پا می زندند. بسیاری دیگر از مردم در طول زندگیشون در چاه هلاکت تنبلی دست و پا میزنند. بسیاری دیگر از مردم در طول زندگیشون در چاه ترس دست و پا بسیاری دیگر از مردم در طول زندگیشون در چاه طمع دست و پا میزنند. بسیاری دیگر از مردم در طول زندگیشون در چاه نفرت و کینه از دیگران دست و پا میزنند. دوست خوب من به نظر شما دیگه چه چاههای حلا کننده ای در این دنیا وجود دارند؟ آیا شما تا کنون به سر بردن در هیچ کدام از این چاهها را تجربه نموده اید؟ عزیزان بیایید تا از همین لحظه به بعد از کلام خدا در مزمور چهل آیات یک تا سه درس زندگی بزرگی را یاد بگیریم. این درس که چنانچه خودمان را در چاه کننده ای یافتیم فروتن شده و سعی نداشته باشیم تا خودمون را با تلاشهای انسانی خودمان از آن بیرون بکشیم. بلکه فروتنانه نیازمان به خداوند را به او اعتراف و از او درخواست کمک کنیم دوست خوب من وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم دیگه لزومی نداره تا از وجود چاهای حلا کننده بیشماری در این دنیا همواره در ترس و استراب به سر ببریم چون که عیسی مسیح خدای دانای مطلق قادر مطلق همیشه در همه جا حاضر ما در صورت درخواست ما از وی به کمکمون میاد و ما را از هر گونه چاهی که در آن افتاده ایم بالا میکشه و بیرون میاره لطفا دقت کنید خداوند و یگان منجی بشریت عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 میفرماید این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد با این حال شجاع باشید چون من بر دنیا پیروز شده ام آمین عزیزان عیسی مسیح در کمال سراحت به ما ایمانداران به خود میفرماید که این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو رو خواهید شد شاید برای بعضی از شما عزیزان این سوال به وجود بیاد که من چطور میتونم در این دنیای پر از چاهای حلا کننده آسود خیال باشم؟ یا این سوال که من چطور میتونم با وجود اینکه با مشکلات و زحمات فراوانی روبرو رو خواهم شد آسود خیال باشم؟ عزیزان دنباله فرمایش خداوند عیسی مسیح به خوبی به این سوالات ما پاسخ میده توجه کنید عیسی مسیح فرمود با این حال شجاع باشید چون من بر دنیا پیروز شده ام آمین بله دوست خوب من عیسی مسیح پس از قیام خود از مردگان بر شیطان و همچنین بر تمامی نیروهای پلید گناه و مرگ پیروز شد حال وقتی ما به عیسی مسیح قلبا ایمان میاریم با پیروزی او بر شیطان و تمامی نیروهای پلید گناه و مرگ شریک میشیم عیسی مسیح خداوند از ما ایمانداران به وی از ما فرزندان خانواده الهی خودش همواره محافظت میکنه عزیزان همان گونه که قبر نتوانست خداوند و منجی ما عیسی مسیح را در خودش محبوس نگه داره هیچ چاهی نیز در این دنیا وجود نداره که بتونه یک ایماندار به عیسی مسیح را در خودش محبوس نگاه داره ما با اعتماد و اطمینان قلبی کامل به محبت، اقتدار، حکمت و وفاداری عیسی مسیح میتونیم صرف نظر از اینکه در چه چاهی میافتیم از او کمک درخواست کنیم و مطمئن باشیم که او حتما ما را نجات میده عزیزان دعا می کنم تا همه شما در همین لحظه به عیسی مسیح ایمان بیارید تا او گناهان شما را ببخشه و به شما حیات نوع ابدی در نزد خود در بهشت عطا کنه. و همچنین تا در طول عمرتان هرگاه بنا به هر دلیل در چاهی عمیق و لغزنده افتادید او به کمک شما بیاد بیرونتون بیاره و بر صخره محکم و استوار قرار بده خدا را شکر عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم به خاطر کلام حیات بخشی که به ما هدیه داده ای خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا که تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا تاوان گناهان من را پرداخت کنیم. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا وقتی به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم گناهان من را می بخشی و به من حیات نوع ابدی عطا می فرمائی. خداوند ایسای مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا در ایمانم به تو مرا به فرزندی برمیگزینی و همواره از من محافظت و مراقبت مینمایی. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا که در ایمانم به تو تو مرا در پیروزی بر شیطان بر نیروهای اهریمنی و حتی بر مرگ با خودت شریک نموده ای. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا که تو به من آسودگی خاطر بخشیده ای. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا که نه تنها قادری بلکه بسیار مشتاقی تا مرا از هر گونه چاه هلاکت باری که در آنها گرفتار می شوم بیرون آورده و نجات دهی خداوند عیسی مسیح من تمام جوانه به زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین